شایم از تو شما گفتیم. نمسته کنین برطان امو میخواستم دارم قسمت که امی راز از ایر که ما چرا داخل جنگ ها سر ما تحمیل شد من مو قسمت چه افشا میکنم بیادر عزیز تاریخی که امی سرتم کلن واز شد. نه مشکل از حبیب الله کلکانی بود نه از امان الله خان بود برادر عزیز. امی فکس ما برای تامین جای را میگم که امی دنیا چرا کتما تو سر دشمنی بگرفت، چرا جهاد در کشور ما تو هم داخت. و ایرم فراموش نکنیم که ما کار در دشمنای دین اسلام را باید تیز نکنیم. ما و تو اگر مشکل داریم به جهاد نداریم، با اون مردم داریم. بگم ای ارامزاده آمدن نام جهاد را بد بکنن اوشتان با عزیز، به نام جهاد نداریم، به رویه و تفکر جهاد داریم. دقیقا ببینید من براتون میرسانم این قسمتشه که چرا در افغانستان جنگ ها سر ما تحمیل شد. ببینید در جهان دو تا جنگ گذشت، درست است، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. افغانستان سهمدار در کدام جنگش بود؟ هیچ کدام. خب ببینید میگه بی‌طرف بی‌شرف در تاریخ گفته شده، سکن من براتون بگم دنیا اسلام همه طور گفته گه. زمانی که جنگ جهانی اول شد عثمانی ها 3 دفعه خط روان کردن برای حبیب الله خان، کشورهای عربی، الجزایر، مراکش، کشورهای تونس، اندونزی، اینا کلشان وارد جنگ بودن. افغانستان خود به طرف گرفت، اونجا یک عقده به دل کشورهای اسلامی ما، یک نقطه. در جنگ جهانی دوم که وقتی شروع شد ارتش نازیست ره 70%شه، حدود 70%شه مسلمان ها تشکیل میده که مسلمان های هند زیادترش بود، مسلمان های ترک بوده، مسلمان های هند بود، برحال ایران بود، مسلمان نه از ترک ها زیاد بود، ترک ها بودند، مردم این سمت بلغار که است بلغاری ها بودند، بلغار که مسلمان هایش هستند. در کل امی نازی ها خواستن که زیادتر اندیا را ببرند به مو قلم رو خود و اونا را تربیه کنن، اول اسیر گرفتن، بعد از اونا اونا را تشویق کردن به ای که اسلام چی است و اسلام چی میخواه، یعنی یک شستشوی مغزی کردن که اونا را آماده کنن که در مقابل روس بجنگن. برحال برنامه را که بود ببینید افغانستان در وقت مخصوصا در وقت حبیب الله خان از او دوباره خواسته شد که بیاین وارد جنگ بشین که جنگ خانمان سوز است، حبیب الله خان این چیز رد کرد، گفت من ملت ما ضرورت به جنگ ندارد و ما کشور خود اداره کرده میتونیم، به این چیز خودم قناعت داریم، بران ما کارهای مهمتر داریم که تا ما بیایم بجنگیم. ما باید مکتب بسازیم، ما ملت خود وقتی که حبیب الله خان دید ما تو در تاریخ خود هیچ مکتب نداشتیم. لیسه حبیبی اولین مکتب غیر اسلامی است که در تاریخ افغانستان جور شده، هیچ ما تو مکتب نداشتیم. خود امیر حبیب الله خان به نام پدر معارف افغانستان است، معارف ما تو را بنیان گذاری کرد. دقیقه. در جنگ ها ما او تو را حفظ کرد، نمون که ما او تو وارد جنگ ها شیم بدبخت شیم بیچاره شیم. خب کشورهای اسلامی عقده گرفتن، زمانی که به قدرت آمدن از خلای ما او تو سو استفاده کردن، گفتن خب عقده داشتن دیگه، در چند جنگ از ما او تو خواستن نرفتیم، در وقتی که فرصت به دستشان رفتید اون اگر متوجه باشی از تمام این کشورهای اسلامی که در افغانستان به نام جهاد آمده بودن، عراق، سوریه، لبنان، از مراکو، الجزایر، از لیبی، از مالی، اینا کشور، از فلسطین، اینا کشورهایی هست که در جنگ جهانی از افغانستان خواسته بودن که تو بیا بجنگ. پس ببینیم که افغان عزیز معلومات شما خو واقعا استاد هستین، قابل احترام هستین، بسیار گزاف است، با معلومات شما واقعا احترام گزاف داریم، ولی گیم که از کجا شروع شده بود او را نمیگین. گیم امی که امریکا از کجا به اقتدار رسید و چرا ابرقدرت شد، گیم از یک جای دیگه بود، از داخل ای آسیای میانه نبود، یعنی ای فراتر از کوها و برها، از جای دیگه دکته شد که یک پلان گرفته شد که ما اگر میخواهیم بر قدرت باشیم، ای که اروپا حال تحت تصرف ما قرار میگیره و قرار گرفته بود،
ما چطور میتونیم که آسیای میانه را کاور کنیم؟ از او خاطر افغانستان یک نقطه بسیار مهم در امو وقت انتخاب شد که ما میتونیم که از این نقطه ما بتانیم که امی آل خان عزیز، خودت معلومات بسیار گزاف داری، این بار بار تکرار میکنم به خاطر که من خودت بسیار شنیدیم و به خودت بسیار احترام دارم. امی کوهای اندوکش که هست، امیال دوج پایگاهی که جور شده از او حتما خبر داری و ای بامب دنیا که هست و ای بامب دنیا کجا را تحت نظر داره و ای بامب دنیا کجا را تهدید میکنه، اینه خب میفهمین دیگه. نقطه مهم از اینجا بود، ای که الجزایر بود، عربستان بود، عراق بود، اینا هیچ واقعا مطری بس نخواد باشه به نظر من. به نظر من اصل گپ هم از بعد از که جنگ جهانی دومی کشورها آزاد شده، او وقت سر موتو عقده گرفتن، او وقت اینا آزاد نبودن، به او خاطر از موتو خواستن که بیا جنگ و ما را آزاد کو. اینا کلشان تا سال 1974 کل افریقا مستمره بودن، نیمش از فرانسه بود، یک تعدادش از انگلیس بود و از کشورهای پرتغال بود و سمت ساحل حال زیادترشان هستن. نه نه اینا نبودن، وجود نداشتن برادر، ما برات میگم اینا اصلا تو کلش مستمره بودن. اینا برامو زمان جنگ جهانی دوم به خاطر چی خیست؟ اونمونا خواستن که تو بیا کتی ما بینیم کشور الجزایر استقلال از سال 1974 شده استقلال نداشته، یا لیبی مثلا یا دیگه اینا استقلالشان 40 سال هم نمیرسه 50 سال. یعنی جنگ جهانی دوم شاید اشتباه نکنم به خاطر نفت آغاز نشده؟ نه بابا، جنگ جهانی دوم سکنه، جنگ جهانی اول چرا باعث شد؟ گفتن خود دو تا امپراتوری را از بین ببرن، یک امپراتوری ژاپن بود، یک امپراتوری عثمانی بود. زمانی که کار کردن امپراتوری عثمانی از بین رفت و ژاپن از بین رفت، آلمان وقت پادشاهی بود. خان عزیز یک سوال می باشین که وقت تانم بسیار دقت داره، ولی امی مسئله نفت شاید خودت مطالعه کرده باشی که جنگ جهانی دوم به خاطر از این که بعد از این که تمام ممالک خواستن که واقعا به مدرنیزم یعنی بپیوندن ارتقا کنن و این شناختن که واقعا نفت و امی تیل سیاه واقعا میتونه که در دنیا اقتدارشان همیش پابرجا و بیش مستحکم داشته باشه، فکر نمیکنین که امی جنگ دوم جهانی در کل به خاطر نفت خام آغاز شد و به خاطر از اینکه سرزمینایی که واقعا تولید کننده نفت هستن ای تحت تصرف بیا و بتانن مملکت هایی که میخواین که ارتقای ظرفیت بتن خود و میتونن که ارتقا کنن از این نفتا استفاده کنن؟ ببینین نفت گفتن، نفت در سودان بود، جنوب سودان درست است، در لیبی بود، الجزایر بود، کل افریقا سر نفت خواست، کشورهای عربی همینا کلش مستعمرات خودشان بود، مستعمرات خودم انگلیس بود، مستعمرات فرانسه بود، مستعمرات انگولا دست پرتغال بود. دقیقاً استاد عزیز، ولی بعد از جنگ جهانی اول پیش از جنگ جهانی دوم فراتر از نفت بود. ببینید جنگ جهانی دوم به خاطر چی سر آلمان و نازیس کلگی حمله کردن، همگی حمله کردن، یعنی پلان به میشد که از بین بره. هیتلر چیزهای را آلمان نازیست یعنی تکنولوژی های را در سر می پروران که در مغز دنیا را نمیتونست گیره، در مغز خاطره یکی شکاف زمین بود که اختراع کرده بود و رسیده بود که تابال یک معجول مانده همونطور بود. او خو یک گپش است، اصلا کلند اینا دیگر رازهاییست که ما و شما در این رازها هنوز شاید تا سال 2030 افشا شاید به چیزهایی که در تاریخ میبینیم دیگه چیز هست. سریال سامسن کلش هم میگه مثل که استاد صدیقی در صحبتهای خود میگه، امی کارتونی سامسن کلش بیان میکنه که در 2030 شکاف زمین هم پیدا میشه و ای که جنگ جهانی دوم چرا به خاطر چی آغاز شده بود و مقصدشان چی بود،
ما فکر کنم اما تار استاد تا جایی که بعضی من جاها معلومات ببینین در تاریخ چنین ذکر شده. خب به هر حال میگن ببینین آلمان تکنولوژیش در حد رسیده بود که حتی میگن کیوسکی که در زمان میرفتی او را حتی داشته پیش خود. آها آها دقیقا ببینین بعض رازهای سمی که آلسکار مثلا از روسیه امریکا خرید و دوباره ای را پس نداد و جریان. ببینین اگر شما به نقشه های تاریخی برین سیل کنین مثلا به قرن 16 هم، به قرن 14 هم، پیش از اینکه امریکا به وجود بیه، شما یک نقشه های دیگه دارین. و استاد اگر غلط نکنیم نقشه ها از امی بعد از امی دیوارای یخی که از در پشت از او خودت معلومات بسیار صحیح داری ولی نمیخوای ابراز کنی. خب به خاطر که حالا برادر مازم اولا همی چند سال پیش او برادر یک چیزی رو که ملت نفهمه میگه دیوانه هستی شخص که گپه میزنه، حالا جرات نمیکنی که بگی. ولی استاد عزیز تا جایی که ما به شما چون که تا یک اندازی مطالعه گزاف دارم ولی به حد شما نیم، ولی سخنرانی های شما را شنیدیم، امی طرز تفکر شما را که شنیدیم، امیش عقایق گفتین، ولی از چونین عقایق اگر آستا استا پرده بر بردارین ای واقعا به ملت یک روشنایی است. ای واقعا امریکا را چند سال میشه پیدا کرد؟ خدمت خلق است. امریکا خودش چند سال است که کشف شد؟ شاید کسی فکر نکنه که از کدام وقت بوده. امریکا رو حدود 300 سال میشه که اینا کشف کردن. خب این استرالیا رو هم حدود پیش از او هم بوده. بوده یعنی کشف کردنش، من گفتم سکن کشف، یعنی اینا پیدا بوده. بیشک این بازی با واژه ها با کلمات است، چیزی که با در تاریخ بر ما و شما میگن کشف شده. چیزی که کشف شده ولی بوده. چیزی که اگر ما یک دست داریم، یک مثال میدم، ما یک دست دارم، دو دست دارم، یک دستم نیست، ولی دست ما که نیست ما در این چیز رو احساس کرده نمیتونم، ولی دست ما که هست ما در او احساس دارم، چرا که در او یک چیز بوده، او هست. ببینین شعای زمین ره آقای ابرویهان بیرونی توجه دارن حدود 900 سال پیش برای شما همی خود زمین هیچ گرد ننوشت چیز نکده. شما به می خودم کتاب های فیزیک خود آقای البیرونی سیل کنید که چی کده ای؟ هفته و ایسو زده زمین رسن کلن صاف زده. استاد عزیز امیال دانشمندا واقعا امی که به متافیزیک بسیار واقعا تو متعقن بودن امیال متردد شدن، ولی کوانتم فیزیک که هست به می خود کوانتم فیزیک اینا آل چیزی که بر مردم انعکاس میتن و چیزی که در حقیقت است ای در خفا است. کوانتم فیزیک از کجا اختراع شد، چطور اختراع شد و چی است، کدام ذرات است که واقعا از فیزیک اولی و از متافیزیک واقعا دور مانده، ای خودش واقعا یک رازی است که ای راز برملا شدن نیاز دارم و مردمی که واقعا سعی تلاش به خرج میتن ایره انشالله که قسم فرق بیا فیزیک و متافیزیکش هم که ترسین. من براتون میگم تنها کتابی که در روی کره زمین موجود است که در روی ذکر شده که زمین صاف است قرآن است. در هیچ کتاب دیگر اگر امروز در جهان بفهمن که زمین صاف است و فقط تنها کتابی که در روی کره زمین موجود است قرآن است، همشان مسلمان میشن که الیمیناتشن. هیچ وقت چیز نمیخواد، جهان هیچ چیز نمیخواد به ما، و تو همیشه دروغ میگه که در علیه قرآن باشه. ولی امیر تا 2050 ای واقعا وانمود میشه، ای در حد رسیده که بر مردم واضح میشه. میگم در قرآن پیش ما تو 2050 را چی میگردی نوشته است که ما زمین را بر شما تخت کردیم و او را فرش کردیم. تنها کتابی که در او نوشته از زمین یعنی پهنه است قرآن است، نه در تورات آمده ما خواندیمش برادر عزیز، نه در انجیل آمده. سبحان الله. کتابای تاریخی است، ما کلش رفتیم خواندیم، به زبان دری خواندیم، به زبان عزیز خواندیم. گفتم که با معلومات راز ما واقعا باور داریم.
جهانیان اگر بفهمند که پشت قره امریکا همطور که کریستوفر پیدا کرد امریکا را کشف کرد، پشت امریکا هم که تو برید دیگه جا داره، اونجا هم دیگه هم جزیرهای دیگه است، دیگه کشور هاست، دیگه چیز هست. اینمی کلن با مغز ما دنیا گنجایش نمیکنه، نمیمونه. منطقه فنجاب یک چیست، منطقه برمودا چیست برادر عزیز؟ اینا کلش رازهای سری دارد. انتارکتیکا بعد از دیوالای یخی در پشت، یکی ویدیو آمده ایره نمیگیم ما، حقیقته که از واقع امی قسم که شما فرمودین در قرآن از امروشان امی که از ای واقعا وانمود میکنه که اگر تحقیق صورت بگیره و اگر انسان واقعا انسانایی که میخواین تحقیق کنم و اجازه را داشته باشن محو نشون، اول از سه امی ارمای سلاسه مصر گرفته تا جاهایی که میرن تمام مسائل واقعا کشف میشه، ولی متاسفانه که هیچ امکاناتش نیست. ببینید در قرآن نوشته شده که زمین پهن است. است. در هیچ کتاب تاریخی نوشته نشده. اگر شما آقای البیرونی رو بریم سیل کنین وقتی که محور زمین ده هزار سال پیش 900 و چند صد سال پیش برای تو کشف کرده، در اون نوشته کرده، ذکر کرده، شما ببین زمین کروی نکرده برادر عزیز، زمین یک رقم چهار قسمت کرده که یعنی پخش است تو. استاد محترم یک از برای بحثا زیاد است، سر از اینا زیاد فشار نمیاریم. مقصد برادر عزیز دنیایی که ما تو هستیم، آقای صدیقی هم میگه من بر تو این کتابای از 1400 سال پیش نشان میتم، از 1200 سال پیش نشان میتم، از 1000 سال پیش بر تو نشان میتم که زمین پن پن است برادر عزیز. امیر گفتم خان عزیز که ما بگیم میگن دیوانه شدی، بیاد در بگه چی بگیم میگه ناخ کپ نزن. و امی کارتون سامسون که از ایره اگر دقیق کسی یک دو بار متوجه شوه هر قسمتشه تمام مسائل، تمام سوالات که در ذهن هر انسانی که مطالعه داره، هر انسانی که واقعا میخواه به دانش پی ببره، واقعا وانمود میکنه که حقیقت چی است. بشنویم دوست عزیز. همی برادر ما به نام زمیر خراسانی خوش آمدید. درود بر شما، درود به تمام دوستان عزیز. علیکم السلام، خوش آمدید. من که سواد آنچنانی ندارم مانند شما، اما یک پرسش دارم. قربان شما، بفرمایید. میروانی همی قرآن شما خواندین؟ برادر عزیز سوال شما خب بله حتما مسلمان هستیم برادر عزیز، چهار پنج نفر ختمش کردیم، چرا نکردیم برادر عزیز؟ همی سوره عنکبوت آیه 142 چی گفته؟ والا اینا لسه کنین، یک سوال شما کاملا بجاست، اینا مثل از اینکه من سوال کنم در صنف 12 در صفحه 120 تاریخ چی نوشته کردن؟ خب ببینین میگی قرآن خواندی؟ ببینین یکی از روانی است که میخوانی، یکی از شما ایجیکی میخوانی؟ نه با ترجمه خواندین؟ یک بار خواندین در زندگی؟ برادر عزیز چرا نخوندیم؟ با ترجمه تورات هم برات خواندیم، انجیل هم خواندیم برات که از او فراتر هم رفتیم که ببینیم در او چه نوشته. من فعلا از قرآن با شما حرف میزنم. چرا؟ چون رشته تاریخ است برادر عزیز، تا قسمت تو داخل همین قرآن که خودش اگر یک کودک هم بنویسه اینقدر زد و نقیص نمی نویسه. استاد محترم من رقم میاد جواب بدم، قرآن پر از زد و نقیصه. اگر یک قرآن عجل میشه بر مغز تو. همین قرآنی که فعلا نوشته است به کدام زبان نوشته است؟ به زبان عربی و به زبانهای مختلف هم ترجمه شده. آیا همین کتاب قرآن که نوشته است همین اورجینال است؟ اول همین آمده از آسمان به می خط آمده؟ نه اولش که بی نقطه بود. خب پس ببین از ابتدا از بنیادش اینا تغییر دادن، پس اینجا سر جوابت رسیدی برای به نه خط کوفی. نه این نمیشه، گوش کن، به خط کوفی بوده برادر عزیز. زبانی که قرآن نوشته شد بعد از حضرت محمد این قرآن نوشته شد. خب میگن در دوران حضرت محمد عثمان غنی جان، خب بیکرام شک نیست،
بله شما یعنی دین ستیز هستین چی رقم هستین ضد اسلام هستین یعنی من به وقت گپای تون نخ کردن که گناه نیست نخ گناه است برادر عزیز نخ ما نه ملا هستیم نه عالم هستیم قربان شما ما بخش تاریخی داریم اینجا جان پس بعد این مورد به خاطر از این که اینا مزر برادر عزیز خودت مسلمان هستی غیر مسلمان اول امی زیر بمبار ملا باید بیان کنی که عقیده خودت چی است تفکر عقیده امی اول عقیده رو تو برام بگو برام بگو که عقیده یعنی چی عقیده تو به یک جسم یا شی تو مثلا باور داشتن منظورت است باور نی یقین داشتن باور نی باور تغییر میکنه یقین داشتن یقین من به زبان لا تکلم العربی حبیبی گوش کن اعتقاد اعتقاد ما عربی بلد نیست ما به زبان فارسی بر حرف بزن که خودت گفتی باور باور تغییر میکنه یقین یقین مطلق اونمو باور است مطلق چی است ما زبان عربی بلد نیستم اونم باور میشه خب باورمند بودن باور نی برادر عزیز باوری است که تو امروز باور داری که سبا میری نه نه خب ببین مغلطه تغییر میکنه ولی یقین چیزی است که تو به او بیشتر از ما محکم هستی حتی زبان فارسی بلد نیستی عزیزم تو بیشتر از تکنولوژی کوانتومی حرف میزنی اینم همش چرند و بیش نبود عزیزم خراسانی شما را من خودم شغل آیتی دارم باور چی فرق داره من خودم در شرکت اریکسون کار میکنم شغل ما آیتی است از کوانتومی حرف میزدی بیشتر همیشه مغلطه میگفتی حالا تو با زبان فارسی بلد نیستی من چگونه با تو جستار کنم خب من لسان گپ میزنم که او لسان انسان فهم است نه عزیز دلم گوش کن بیتر از گروه همه که با مو احترام میکنی دوست عزیز ما مرا بالا آورد با مو احترام من برم پایین بیتر است ممنون با وقتی که مرا بالا آورد چون که از برای ما دوست داریم برادر عزیز عدم منطق است در گفتار خودت درست عدم منطق یعنی چی؟ عدم چی است؟ منطق یعنی چی است؟ خراسانی خودت ما عدم در زبان فارسی نداریم بگو خرد حالا من نمیخوایم در این مورد این دوست عزیز ما که احتراممانه مرا بالا آورد احتراممانه مرا پایین کنم بهتر است ببینید جناب آقای خراسانی اگر ما انتقاد سر قرآن بگیره سواد که باز این ملا مونده بود ملا ما عکس ما رو بالا میکنه قربان نه نه ما نمیخوایم که برگ شما سانسور قرار بگیره من میفهم اعتقاد به اعتقاد شما به باور شما من احترام دارم خدا نگهدارتان شبتان بخیر من برتان احترام ممنون بابت اینکه مرا بالا آوردی خواهش میکنم دوستان دارم یک دنیا خدا نگهدارتان خواهش میکنم قربان شما و ما دوستان عزیز فراموش نکنین که ما تا حدودی بحث مثلا تاریخ میتونم بگم که خب همین خطی که فعلا قرآن هست این خط اورجینال نیست خط اورجیناله که یعنی واقعا اینا میگن که به حساب از طرف پروردگار وحی شده و ای به چی شکل جمع‌آوری شد توسط عثمان غنی و اینا با هم به طور به حساب آیه بود و اینا را جمع کردن و به دور هم اینا را تکمیل کردن به خط کوفی بوده خط کوفی هم خطی است که نقطه نداره به این کدام شکل نیست کلن با این نوشته عربی مدرن که از زمان طاهریان به وجود آمد الفبای عربیش کلن همه چیز ازی که باز ازی از دل ازی باز فارسی برآمد یعنی اینی یک چیزی است که اصلا ربط به او خط کوفی که قرآن عظیم الشان بوده هیچ ربطی نداره اینالک اگر اشتباهی هم هست پس اورجینال که گرفتن بی کردن امکان داره چون اورجینال کلام الله بوده چیزی بوده که حقیقت چیزی که گفته شده بوده اونمو چیز نوشته شده بوده بعدا که چون جنگ ها شد اینا برادر ما میگن 100 سال بعد از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که تیر شد اصلا کلا خط کوفی از بین رفت رگ ریشش کلا سوخ همیل هیچ کس خط کوفی را نمیفهمه و همون کسانی هم که او را ترجمه کردن و به یک شکل همی عالمین بودن در اصل او ما نمیتونیم که او را اعتقاد کنیم که اینا 100% مترجما کار درست کردن چون اون خط دیگه خطی بوده دیگه نوشتاری بوده یعنی نقطه نبوده خان عزیز میخواهیم در اینجا یک چیز اضافه کنم کسی که به قرآن واقعا باور نداره و کسی که قرآن نمیپذیره چون این اشخاص نمیتونن که به قرآن اعتراض کنن و کدام
نظر بتن، در صورتی که ایمان ندارن، کسی که به کتاب ما ایمان نداره نمیتونن ابراز نظر کنن، میتونن سوال داشته باشن ولی نظر بله نمیتونن. سوال میتونن. خب خیر باشه، بازم برمیگردیم به شما جناب. خب آقای سجوزه خوش آمدی برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد گرامی. انشاءالله خوب باشین. به دوستای دیگه همچنان احترامات تقدیم میکنم، کسانی که گوش میکنن. استاد بسیار بزرگوار، بسیار یک نقطه اساس شما یاد کردین به خاطر می ایلومیناتیا. ما با شما هم نظر هستم و همراه دوست دیگه همچنان، به خاطر که تقریبا سالهای بسیار زیاد است که یک از دور شد و فقط شیطان پرستی است و دنیا را 100% اینا بازی دادن و بازی میتن، که ما شما روز بروز میبینیم که چقدر بی‌عدالتی صورت میگیره و همچنان در تمام جنگ ها اینا دست دارن و تمام فتنه در روی زمین که میشه اینا خود شیطان مستقیم استادشون است و از اینا نظر میگیرن و چوچه های شیطان در هر جای ما شما میبینیم که امیال یک دوست ما غیبتش نشه که آمد که گفت ما بسیار صحابیم بالاست و فلانی و فلانی، اما ما میفهمیم گپ دی گپ در کجاست و قرآن پاک که است، قرآن پاک 100% کسانی که عقیده دارن یک کتاب بسیار پاک است و کتاب واقعا یک کتاب است که تکمیل است و هیچ مشکل نداره و این یک کتاب است که قصه لیلی و مجنون نیست، نیست که ما بخوانیم یک بار و از او ترجمه از بگیم ولی نمی ترجمهش است. قرآن پاک معجزه داره و هر وقتی که آدم بخونه یک معنای دیگه پیدا میکنه. این را باید ما شما یقین داشته باشیم، چون خداوند پاک و قدر خرد کوچک نیست که اشتباه داشته باشه. دیگه به او خاطر همین دوست ما خوب گپ زدن، هر کس که مسلمان باشه قدر قرآن پاک میفهمه که دقیقا ما شما میبینیم که جناب سدوزه سپ کاملا روی گپایتان می قسمت اضافه کنم، به خاطر از اینکه ببینید قرآن فقط نمیشه که تو امیر بخونی، از اول شروع کنی که به طور روانی بخونیش. ببینید قرآن از خود کتابای دیگه داره که از خود به نام علم قرآنی است که تو علمش پیش برو، از لحاظ علم لیمیا و هیمیا و سیمیا از اونجا تو داخل شو. من کتابش هم بر رفرنس میتونم تو از طریق علمی داخل شو، باز میفهمی که قدرت قرآن یعنی چی. شما بر رباعیات ابن سینا علوم غریبیشه. ابن سینا را خب قبول داری برادر، ابن سینا خب یک آدم الگرد نبود، هم فیلسوف بود، هم برادر عزیز شیمیدان بود، هم سلم کلی طبیب بود، هم پدر مدیسین دنیا بود، توجه دارین؟ یعنی یک کدام آدم روانی نبود. من براتان میگم آدمایی را براتان رفرنس میتونم که شما برین سعی کنین که او از طریق علم قرآن سعی کنین به چی شکل پیش برده، سعی کن جن برای تو ظاهر میکنه، یعنی ارواح ظاهر میکنن، چرا که سوره جن در قرآن است. ببینین ما و شما نمیفهمیم، ما فقط خواندیم خلاص، اونا استفاده علمی کردن از او، یعنی از او کتاب ها و جای ماندن 100%. بله بله، اینا دیگه نه ما بیال مثلا برو کتاب عمر خیام بخوان که ببینو تفسیر از او باز چی گفته، علوم غریبی از او رو بخوان که لیمیا و سیمیا از او باز چی گفته. اینا کلش علم های قرآنی هست که گرفته شده. تنها چیزی که دنیا ما و تو را کج راست میدونه برادر عزیز یادت باشه، تنها آخر به این نتیجه میرسید، اینم یک کلام براتون، همه قدر عمر خود که تاریخ خواندم یک گفت میزنم، اینوی تمام همی بند بستا و اینوی شیطان پرستی و علم نشنا و کارا را که درست کردن که مبادا راز دنیا افشا شد، که اگر راز دنیا افشا شد که زمین اوتر نیست و اوتر است، تنها کتابی که میگم تاریخی در جهان موجود است فقط قرآن است، تمام جهان یکدم مسلمان میشه. اینمی ترسشان است که نباید بگذاریم که اینمی چی ثابت شه برادر عزیز، دیگه هیچ گپ نیست. همه قدر کمینا بفهمن، همه اروپایی ها بفهمن، همه امریکایی ها بفهمن که این بعد از این برادر ما نام جزیره را که برد استرکتیتاست تک چیست تک آن استریکتا هست چی بلا سونه چیزی که گفتی بعد از دیوال های یخی اون تو که بری که وقتی که ببینی که دیگه جواب موجود است، این یا که ببینن به قرآن و رسرایت بتن در جا بدون قید شرط مسلمان است که اینمی ترسشان از همیستن. چرا میگن تا سال 2050 در اروپا قانون شریعه پیاده میشه؟ زمان قانون شریعه در اروپا پیاده میشه که وقتی که ثابت بشه که بله دنیایی که هست همون تخت بوده، اونمو چیزی که در قرآن نوشته بوده.
به هزاران چیز دیگه در قرآن نوشته است که فعلا با علم فعلی، با علم عصری فعلا سرایت داره. مگر ما تو چون نداریم علم قرآنی رو نداریم، زبان عربی رو نمیفهمیم، مشکلات چیزیت داریم برادر عزیز، چیزاییست که ما تو نتانستیم. یعنی البیرونی کسی بود که از علم قرآنی تانست شعای زمین رو بر تو کشف کنه، بر تو بگه که چند متر است، به همون متر شکنه این زمینه که تو، یعنی خودت استاده است، بسته همین شعای زمین بر تو جورش کرد. از روی چی کرد؟ تبرکلوز یا نمیفهم سرطان را وقتی که ابن سینا تانست 1000 سال پیش مداوا کنه، از روی علم قرآنی یا علم اسلامی، طب اسلامی کار تانست بکنه. ما طبیبای اسلامی داشتیم، علم طبیبی، یعنی علم خود فیزیک که هست از اسلام آمده برادر عزیز، اسلام آمده برادر عزیز. یعنی بخوانی در اونجا نوشته است که آدم مثلا به عربی صحبت میکرده. موتو اینا لیر با کتابای دیگه سربته، باز میبینی که فرقا در اینجا چیست. تنها کتابی که گفته شده، دستور داده شده که زمین خودش برادر تخت است، در قرآن گفته شده که اینی ترس همون مشرکین است که اگر یک وقت ای راز افشا بشه دیگه نه فیلم ها و نه چیزای از اینا، ایچی نه قاربازی های از این مردم دیگه نمیچلک، کلش از بین میره. اینی ترسشان است، یک مقابله در علیه قرآن اینا برا انداختن که قرآن کلن اینی مثلا مشکلات داره قرآن، من نمیفهم ایتور است. در قرآن حتی علم دی این ای در او آمده برادر عزیز، در سوره نسا در اون گفته شده که شما میسوزین، مگم یک نطفه تان باقی میمونه. اینمو یک استقانی هست که در دمو موره کمرمو پایان ترینش که میره، وقتی که اون موره تو هر کار بکنی و از بین نمیره، درش بته به 20,000 گراد هم کوره تو درش بته بازمو از بین نمیره، در دریا پرتشو از بین نمیره، از هر انسان بندازی یک نخوت باقی میمونه. اونمو چیست؟ اونمو دی ان ایش بوده که از همو تانستن دی ان ای را کشف کنن. درباره یعنی ولادت زنها در قرآن گفته شده تو او علم طبابت که حالا که آمده، حالا در شما در داخل این تمام شفاخانه هایی که در دنیا میرین، در مخصوصا در هالند و آلمان، در شفاخانه میری، ما دو تا تقسیم اوقات داره، یک تقسیم اوقات خود امو استاندارد شفاخانه است، یکی را به نام به روستر سینا میگن، یعنی از روستر سینا. سینا اینا را از کجا پیدا کرد؟ خب کلش از علم اسلامی بود دیگه، از دنیا اسلام بود برادر عزیز. اگر ما با مشرکین کوشش کنیم که ما ایت بس نکنیم برادر عزیز، با اینا ما نمیتونیم. یک کسی که یک چیز نخواهی قبول کنه، یکی هست که نمیفهمه، اما یکی هست که میفهمه ما نمیخواهی قبول کنه، تو برای از او بسیار مشکل است که برادر عزیز بفهمونی گینی ایتون است. او نمیخوای چیزی بفهم. اگر من برای ازو بیام بگم که در تو بیا به من یک کتاب تاریخی نشان بده که در روز نوشته است زمین تخت است، چرا پشت زمین 51 نمیمانند؟ چرا جزیره برمودا رو ساخته؟ اینا چی است؟ ثلاثه مصر کی ساخته؟ هیچ کس اینا رو نکدام که آدم فضایی ساخته، نه آدم فضایی کجاست؟ آدم فضایی در بالا نیست، در روی همین زمین است، فقط اون جایی که به ما و تو نشان ندادند در او قسمت است. چیزاییست که اینا بعضی وقتا اگه اینا رو بگیم کلن ما و شما در جنجال هستیم، هیچ سر از اینا زیاد بحثم نکنه، هیچ فایده هم نداره. این چیزی که در قرآن گفته در آینده هم رازها افشا میشه، اونمو چیز است. و امیرم در قرآن گفته شده که شما تمام این سیارات را که میبینی کشف میکنین، اما شما هم مجموعی از این را نمیفهمین که چی است. اینمو تو دقیقا فعلا سرایت میکنه با علم فیلی. تمام اینا پلانتا و همین سیارات با راکت هایی که دارن، با اتم هایی که دارن،
کشف کردن تا حال اینا نفهمیدن که ما در کجای همی جهان قرار داره. یعنی گپ به قرآن فعلا خودش ثابتش است. اکثرا فضانوردان مسلمان شدن. چرا؟ چون در او گفته شده که شما میایین همه چیز کشف میکنین، اما او چیزی را که شما باید بفهمین نمیفهمین که شما چی هستین و در کجا هستین. اینا نفهمیدن که مرکز همین لایتنایی در کجاست. آیا زمین مرکز لایتنایی است یا آفتاب است؟ و در قرآن تنها جایی است که از شمس کبرت و از نجوم منقدرت، در تنها کتابی که ذکر شده که ما برای شما آفتاب های دیگه هم هست دادیم، روشنایی های دیگه هم برای شما دادیم. حال که اینا رفتن پیدا کردن هزینی 13 تا سیاره که ما و شما داریم، مجموعه شمسی ما که برآمدن، دیدن که بله آفتاب های دیگه هم موجود است. یعنی مثلا حساب کن که 2 میلیون سال نوری از ما دور است، 1.5 میلیون سال نوری از ما دور است، مگر ما آفتاب است که از این آفتاب هم کلانتر و بزرگتر، یکینه بلکه به چندینت ها تاسته. پس اینا این دانشمند های چیزی با قرآن سر کردن، دیده که راست میگه این خود چیز حقیقت اونویز که مسلمان شدن اکثر شد. پس ما نم ملاسیم و نم هم تبلیغ دین میکنیم، همه قدر میفهمیم رای را که ما میریم درست انتخاب کردیم. مخصوصا خودم شخصا من بسیار امتحانا کردم در دین، باید چیزی ما بفهم که حقیقت داره. یعنی وقتی که دیدم چیزا حقیقت داره، اون وقت بود که سجده کردم از دل، ما فهمیدم که کسی هست که دنیا رو میچرخونه و این کتابم بر اساس حقیقت است. و مشرکین در هر جا هستن به درخت پربار سنگ میزنن و میگن که قرآن اتر است، قرآن اتر، چون قرآن تر از چتلی میکشته، تنها کتابی که تر دستور داده در دیگه کتاب. چرا اینا نیست تستمنت ساختن کتابای خدا؟ چرا همین تورات گرفتن، انجیل گرفتن، به حساب چاپ جدید ساختن؟ چیزی که برای این مردم با همین مغزشان کار است، همون رو پیششان ماندن. چون در تورات، در انجیل، همین جزیره هایی که بیرون از زمین است، همینا همش نوشته شده، از کروش نوشته شده، از هزاران راز دیگه نوشته شده. به او خاطر چیزی که برای مردم و می جامعه ضرورت بود رو نیو تستمنت کردن، کشیدن، گفتن بیا برو به خیر نمیت بخوان، تو رو به دیگران مربوط نیست. دقیقا این کار می خواستن سر قرآن کنن که نتانستن. در سال 2008 به می نتیجه رسیدن که خب پس ما 4 کتاب داریم، چرا 4 قل است؟ 4 تا اختار به 4 کتاب است. قل و الله احد به کدام است؟ به انجیل است. چرا؟ میگه قل و الله احد الله الصمد، بگو خدا یکی است و از کسی زایده نشده و نه کسی از او زایده شده. مگم در انجیل شما میبینین که پیروان انجیل فعلا میگن که عیسی فرزند خداست. قل و الله احد بری عزیز، قل اعوذ برب الناس در او کتاب دیگه است، قل اعوذ برب الفلق، اینا کلش سوره های اخطاری است. گفتن اینا را شما بردارین، ما با شما یکی میشه. یعنی 4 سوره باید برداشته شد. پس ببین اینا یک چیزهایی هست که برادر عزیز ما و شما سر از این دانشمندا فکر کردن، علما فکر کردن، صحبت ها شده، زورها زده شده. یک تعداد میه میگه تو فقط قرآن بیا بخوان خلاصش کو دیگه. یعنی می الحمدلله رب العالمین و الرحمن الرحیم هم تو پیش برو خلاص دیگه، این قرآن شد دیگه، مانش هم بخوانم. او نیست. تو وقتی که حروف ره از خود روح داره و جسم داره، نوشته میکنی از دست راست به سمت چپ بسم الله الرحمن الرحیم، درست؟ ولی که از سمت چپ که نوشته میکنی 786 نوشته میکنی. چرا؟ چون از حروف ابجد تیرش کردی. از حروف ابجد که تیرش کردی، یعنی تو رو جسم تبدیل میکنی. جسم که شد هر حروف از خود جسم داره، روح داره، که جسمش همی عدد میشه، روحش همون خود حروف میشه. که از حروف ابجد وقتی که تو ردش کنی، اونو تبدیل به جسم میشه. که اونو علم ما و تو نداریم، اونو علم باید از طریق علم جعفر پیش بری، از علم الانبیا است که تو از او پیش میری. وقتی که حضرت عیسی مرده را زنده میکرده، اونمو هم یکی از علم الانبیا است که اونمو علم داشته، اونمو را خوانده که میتونیست مرده را زنده کنه. و هزاران و صدها تا راز دیگه در او نهفته است که هیچ انسانی در روی از این زمین نمیتونه فعلا اونا رو تفسیر کنه یا بفهمه. برادر عزیز، این تو کارهای هست، این تو چیزهای هست که ما و شما راحت میتونیم که ما و شما چیزا رو بفهمیم. ولیکن همون که اعتقاد داشتی دیگه پشت انتقاد نمیگردی. وقتی که من اعتقاد دارم، یقین دارم که این کتاب درست است، فهمیدم رای خود درست میرم، به خدای خود از دل سجده کردم،
و از امو وقت هم من فهمیدم که در این دنیا ما میتونیم. در او همه چیزا نوشته شده برادر عزیز، مگر با علم عصری که فعلا تو سر بتیش، این نمونهش که گفته آفتاب دیگه هم ما دادیم، نسلهای دیگه هم به جز از شما هستن وجود دارن. اینمی آفتاب خیلا بعد از اینمی سال 2015 بود 2016 بود تیره کشف کردن که ما خارج از مجموعه شمسی خود در اونجا آفتاب بزرگتر دیگه داریم. یه خوزیات نه هم نیستی خوزیات اینمی سال با امو چی میگه تلسکوپ هابیل رو کشف کردن که تانستن اولین بار بیرون از مجموعه شمسی ما و شما رو ببینن. اون اونجا دیدن که آفتاب بزرگتر و روشنتر و کلانتر از این که دکه این چندین برابر از این آفتاب ما شماست. خب این چیز در قرآن ذکر شده، در دیگه کتاب های پیدا نمیکنی را ذکر شده باشه. ترس از اینا مزه نیسته که این امروز اگر فهمیدن که این دنیا یعنی چیزی که در قرآن نوشته است، این دنیا رو نم از اسلام میخواین دور نگاه کنن. اینسه که تمام دین ها در علیه دین اسلام زده رئیسه. دلیلش چیست؟ از علم فراوانی که داره و درخت پربار سنگ زده رئیسه. برادر عزیز اگر من می قرآن رو میخواندم میفهمیدم که مذاق یا ساتیری بود، من خودم اولین کسی بودم که کافر میشدم. و ابن سینا رو تو فکر کن که فیلسوفا بودن، کسانی بودن که حتی هم کتاب ها از اونا باقی مانده. برو اون کتاب رباعیات علم غریبه ابن سینا رو بخونه، ارواح رو برای شما ظاهر میکنه، روح رو برای شما ظاهر میکنه. برادر عزیز این اکسفورد کالج چیزا رو یاد گرفتن، اینا از روی کتاب های از اونا خواندن این چیزا رو که یاد گرفتن. بر از اینا کی داری؟ یک گالیله را کشید تا گالیله با پاچای چیز گفت تک بیادر زمین گرد از سرش زد. در اصل گالیله نگفته که زمین گرد است. امور خو که زد، امور خو که زد گشت خورا خوب کرد که کوشش خو زمین خو مسطح است. امور نگفته بوده که زمین گرد است، در اصل گفته بوده مسطح است. علمی تاریخ تغییر میتن زودی که تغییرش میتن. مثل که امان الله خانه حالا میگن پدر خود کشته. امان الله خان پدر خود چرا بکشه؟ او هنوز به ضد همی دنیا، به جای او که یک پدرش یک مکتب ساخت، ای دوتا ساخت، مکتب دخترانه رو ساخت. یعنی تغییرات تاریخی میارن. ببینید مثلا زبان پارس پهلوی، زبان دومش چیست؟ نام دومش چیست؟ پشتوست. پشتو رو کسی نام نمیبره. پشتو از کوی سلیمان آمده. پشتو روش کنه نگین ها، پشتو که داده، پشتو هیچ نگینید، نمیگه. تغییرش میخواین بتن آل تو به نتیجه میرسی که اگه اوستا قدیمی ترین کتابی که در جهان موجود است که 3300 سال تاریخش است، اگر تو زبان اوستایی یا امو نوشته سانسکریت خواسته باشی، بخواهی به زبان پشتو باید مسلط باشی. اینی تو چیزهایست برادر عزیز که اینا تغییر میتن زوده کرده. اگر گالیله گفته که زمین مسطح است، او را پاچا کشته شد که اینی رازه که افشا کنی خود چیز در قرآن هم نوشته است. ای را بکشین که سوا آره. تغییر میتن. گالیله گفته که زمین گرد است، چارکنج است، بخیر القویست، اینی رقم است. او لحظه تو نبوده که بفا او در اصل کش کرده بود که زمین تخت است. اونو پادشاه گفته سر از ایره بزن که چیزی که در قرآن هم نوشته است که پادشاه حبشه چطور مسلمان شد در امپراتوری روم. در روی پرچم ایتالیا رنگ سبز چی میکنه؟ یک کشور اروپایی. اینا از اون زمان امپراتوری روم است که در حبشه، تا حبشه پادشاهی از اینا بود، ایتیوپی. اونمو امپراتور از اینا مسلمان شد. زمان که حضرت محمد یهودا میخواستن بگیرن در حریم عیسویا داخل شد دن. پادشاه حبشه اینا رو بردن پیشش، گفت چی هست تک شما، چرا اینقدر پشتتان یهوداست؟ شما رو میخواین بکشن و فلان گپا. و ما هیچ مشکلی نداریم، ما کلیگ رو دعوت کردیم به یک تا پرستی و اینی هم کتاب ما سک. کتابش 40 روز اونا رو همونجا نگاه کرد، تمام هم یاراش همشه بگو برای از اینا رسیدگی کنن، همه حضرت محمد کلش پیش کتاب رو بخونن ببینید چی هست. برای یک امپراتور، زمانی که برای امپراتور خواندن، امپراتور اولین کسی بود که مسلمان شد، امپراتور روم میگفتن زمان که اینا سرسخت‌ترین صلیبیا بودند در اون زمان. یعنی شکست بزرگ تاریخی از ایناست که از اول بنیاد از اینا سست بوده. همان بسته امپراتور بسته که همون کل چیز خود مسلمان شد.
اینا رازها هست که درباره از اینا زیاد اگه ما صحبت کنیم تاریخی اگر صحبت کنیم کلش مشخص است برادر عزیز. شما برو نقشه های گفتم اینا برو ضرورت نیست که بسیار به سالهای دور سکنیم. برو اینا 400 سال پیش 500 سال پیش سل کن. ببین که جزیره امریکا ده او هست یا نیست. سکو کریمی خود استرالیا هست یا نیست. در پشت از او هم سکو که دیگه جزیره هم هست یا نیست. اینا گرفتن تغییر دادن یک پالیسی رو جور کردن که برای دنیا بفهمون که زمین نمیتونه سر کاری که ما میکنیم که از قرآن مردم دور بمانه. در علیه قرآن بزنین، در علیه مسلمان ها بزنین، در علیه از اینا فقط برین برادر عزیز شعار بتن. سرش انتقاد که بگو اصلا کتابت بزن به بزرگاشان ترور شخصیتی کو. حضرت محمد ده بزن. اگر حضرت محمد عیاش میبود سه که به طبق گفته از اینا 9 تا 10 تا زن کرد، امروز باید او 70 تا 80 تا اولاد میداشت از خود از او باید باقی بیماند. پس او به عیاشی نبوده. چرا از او یک دو تا یک دونه دختر باقی ماند؟ او میتونست که پس اگر قدر عیاش میبود تو با 100 تا اولاد میکرد، چرا نکرد؟ پس ای از عیاشی نبوده. اینا فقط به درخت پربار میخوان سنگ بزنن و برادر عزیز میخوان که ما او توره به شک بندازن. هوش کنی که شک نکنی که رای حق ما میری. عیسی به دین خود، موسی به دین خود. بیادر تو به دین ما کار نگی، ما به دین تو کار ندارم. تو دل تو کار که میکنی. قرآن تنها کتاب است که تو را گفت گوشت خنزیر نخور. علم امروزی ثابت کرد که آنچنان باکتری که در داخل گوشت خنزیر است که از 100 گراد هم تا به بالا داغ نشه او باکتری نمیمره. خب خودت سعی کن که لحم الخنزیر در اونجا نوشته شده و امروز علم عصری وقتی که او را میرن سیل میکنن میبینن که خو ایر وقت ما از 110 گراد به بالا خیره نسوزانه که این همی باکتری های از این نمیمره. این اینا معجزات قرآن است برادر عزیز. ما زیاد سر زیاد پافشاری نمیکنیم که موضوع تاریخی ما به دینی تبدیل نشه. در قرآن بسیار رازها است که اکثرا اروپایی ها که مسلمان میشن تا سست پست مسلمان نمیشن. اینا واقعا میرن میخوانن، واقعا در بارش اطلاعات کسب میکنن. اونو وقت است که از قلب ممیل آلندی رو دارم مسلمان شده بالکل مرا دیوانه کرده. گفتم برادر عزیز ما رو بزرگ لانمی، خود ما مسلمان ها جنجال داریم، تو هم که مسلمان ها نوشیدی هر چیزی میخوای نو بفاهمی، برو در گوشه مسجد ما رو تاریخی. گفتم میگی یعنی ای طور است برادر عزیز، از قلب مسلمان میشه. خود اگر دوستا یک صحبت بکنن که باز وقت شما هم گرفته نشه باز لایف های سرسا میبندیم. آقای بارگای همون وکیل هالند هم که علیه اسلام بود مو مسلمان شد که کتاب بسته کابینش مسلمان شد. امو در زمان هارون رشید که امو مسلمان ها ساعت جور کرده بودن با شارلمان پارلمان فرانسه فرستاده بودن، اونا گفته بودن داخل از جندا جنیات است دور انداخته بودنش. باز امروز اینا میگه برای ما میگه که شما از علم و تعلیم پس مانده. استاد محترم راجع به قرآن کریم اونمو پیشترمو بنده خدا آمد گفت سوره آیه 142 سوره عنکبوت چی است؟ او بنده خدای محترم خالی رفت خو اینه قدر او نمیفهمید که می عنکبوت سوره است که دو تنها 69 آیت وجود داره، 142 آیت از یست کجا شد و امی شورت میکنن برادر عزیز. ما تو باید متوجه خود باشه. امی اگه ما تو دمی جمع هستیم یک دفعه موتور می هم تاجک پشتون مندازن، هزار پشتون مندازن، مثل سک موتور در جنگ مندازن. اگر انشاءالله ما بین خودم کل ما برادر هستیم. اینمی مسائل سک تنها رازی که در دنیا اینمی دنیای را که اینا درست کردن که زمین مثل توپ گرد است و من میفهم فلانک است و تنها کتابی که در جهان فعلا موجود است که آری از دروغ است اینمی قرآن عظیم شان است. در این یک سوال دیگه اینمی خود اروپایی ها که اصلا همیال به امپراتوری روم اعتقاد ندارن، اینا میگن که ای امپراتوری روم یک چیز افسانه‌ای هستن، اینا حالی که کشف میکنن اینا میگن که امپراتوری روم وجود داشت. همی چند روز پیش که از خبرها دمی دوچوله نشد شد که این یک بخش از امپراتوری روم ما کشف کردیم دمی نام شیخ اسپانیا، اینا گفتن که این امپراتوری روم وجود داشتن. اینا خودشان هم به امپراتوری روم اعتقاد ندارن که امپراتوری روم وجود داشت یا نداشت، اینا میگن که یا امکان داره که چیز اشتباه باشه. امپراتوری روم در تورات آمده برادر عزیز، در چیز در انجیل
خب اینا یک من نمیفهم که اینا مشکلشان چی است، ولی اینا امو گفته شما بعض از چیزهای تاریخی را اینا تغییر میتن تغییر میتن قربان شما. همه چیز کریم هم الله میفرمایه که زود است شما مسلمان ها امپراتوری روم را شکست بدین. اونا وقت امو مسلمان ها فکر میکردن که ما چطور امکان داره که امپراتوری روم را به او عظمتش شکست بدیم. از امو خاطر اونمو امپراتوری روم هم اینا در آسانه های خود هستن، اونا میگه که یک چیز خیالی است، وجود نداره. ببینی حالت یک رقم رو کم جنبه نشانش میتم، کم ظرفیتش نشان میتم که دیگه به نظر توی جدی نیه دیگه، سرش هیچ تعریف فکر نکنی. بله استاد محترم، راجع به هرمای مصر که اینا میگن که هرمای مصر مثلا یک توطئه وجود داره که اینا را دمای فضایی جور کردن، یک توطئه دیگه وجود داره که مثلا اینا را از کوره تراشیدن، یکی وجود داره که اینا سنگار از چند صد کیلومتر دورتر آوردن. ولی در قرآن کریم الله سبحانه و تعالی میفرمایه که شما ببینین که زمانی که فرعون زیاد قهر شد به قوم خود امر کرد که شما بگیرین گل را پخته کنین و یک برج برمه بسازین تا ما با آسمان نعوذ بالله برم همی خدای موسی علیه السلام پایین کنم. این یک گل پخته شده است، سنگ نیست، اصلا اینا یک تکنولوژی اونا داشتن. چون در قرآن کریم بازم الله میفرمه که آیا شما میدانین که شما بسیار بسیار قوی هستین، یعنی به نظر تکنولوژی که ما امروز داریم، تکنولوژی در گذشته ها وجود داشتن اونا بسیار بالاتر از امروز بودن. اینا خودشان میگن که ما همی چطور همی هرمای مصر چطور ساخته شده، همی معماری های قدیمی را که ما ببینیم که اونا چقدر ظریف کار میشدن که اصلا امروز اینا نمیتونن اونا بسازن. و ما که و کسایی بودن که کوها را تراش میکردن، در کوها زندگی میکردن، اون مردم که قوم سمود و قوم عاد بودن که اونا قدای بزرگ و بلندتری داشتن، اونا قوی ترین دارای که مردم بودن که اونا بسیار پیشرفته بودن با مو زمان ها. اونا اصلا اینا میگن که نه، اینا را آدم های فضایی جور کرده و امکان داره که وجود نداشته باشه. از امو خاطر استاد محترم اینا بعض چیزها را در تاریخ به زور هم چیز میکنه، میخواین تغییر بدن تا مردم را گمراه نگاه کنن. و امی راجع به امریکا شما گفتن استاد محترم، این امی کریستف کولم که امی طرف امریکا رفت، اول دمی نوشتهش نوشته است که کریستف کولم فکر کرد که یک قاره هند کشف کرده. پس تو اگه ما فکر کنیم که این جزء قاره هند بوده، چون امی امریکایی ها امی مردم امریکا حدود 20 میلیون هندو را در اونجا قتل عام کردن. نه سالش را من نمیفهم که در کدام سال است، من فراموشم شده، ما یکم از امی جنجال ها زیاد است. ولی اونجا بسیار هندوها را اینا کشتن، اونا یک امریکا جزء قاره هند بود که اینا گفتن که حالا میگن که نه، باز تاریخ نوشته کردن که امریکا بود، کریستف کولم اشتباه کرده بود. همین نفر که دمی کره ما هم با قدم گذاشت، این همیام که پس با داخل زمین آمد وقتی که اسلام آورد، باز میگفتن که اینا کره که رفتن دیوانه شدن، اعصاب خود از دست دادن. ما اعتقاد بزیداری که در کره ما اینا پای ماندن. استاد محترم ببینن این چیزی هست که از وقت امکان نداره ده. امکان نداره این رو باید ما تو از مهتاب میفهمی چند فیصدش دیده میتونی در روی زمین؟ فقط یک حصه دیده میتونی، چون در قرآن آیه است مثلا راجع به آسمان ها میگه ما پشت مهتاب هیچ وقت ندیدیم. دقیقا استاد محترم، پشت مهتاب آب هست، یخ هست، زندگی است برادر عزیز. ما اوتر بازی میتن این دنیا را برای همین ساختن که ما اوتر اینا واضح میگن که ما 1 میلیارد طلایی را کار داریم، 8 میلیارد کار نداریم ما. 1 میلیارد باشه طلایی باشه، یعنی ببینین بیل گیتس و نمیفهم ای فلان و فلان اینا که کمپانی های هستن که انسان ها را اگر یک جنگ را منداختن چقدر نفر کشته میشد، چقدر خانه خراب میشد، چقدر سرک خراب میشد، چقدر بی خانمانی میشد. بدونی که کس کشته بشه 600 میلیون نفر ره فقط دمی واکسن کرونا کشتن بره. واکسن کرونا فراموش کنی که واکسن کرونا و خود کرونا وجود نداشت، ولی که اینا یک گروه ویروس دیگر را وجود آوردن، امپاکس که اینا میگن، یا هم چیزی نیست که وجود نداره، فقط توطئه است به خاطر کشتار مردم. دقیقا برادر او را میگفت که ریسفیده را میکشه، ای را میگه که جوانا را میکشه. و محترم اینا که هستن اینا کلش توطئه هستن. و ما متاسفانه کشور ما در بین از این قدرت ها در گیر مانده و
ما که کشور ما است، یکی از کشور آزاد خواستیم. اگر کشور افغانستان آزاد باشه، ما فکر کنم که بیشترین کشورهای جهان آزادی خود را به دست میارن. انمی از افغانستان هر قدرتی که شکست خورده، اگر ما به انگلیس نگاه کنیم امپراتوری خود از دست داد، اگر ما به می شوروی نگاه کنیم از افغانستان خارج شد یا کشیده شد، موضوع جداست. کل شوروی پاشید، انمی آمریکا از افغانستان خارج شده، در حال پاشیدن است. همشون در چیز اقتصادی قرار دارن، اقتصادشون روز به روز وخیمتر خراب شده. خان عزیز میباشین، گپم گرفتم از برادر. با خواهش میکنم، ما یک دفعه دیگه میخوام بزنم آقای تنگر. اوقات خوش، واقعا لایف جامعه یک لایف بسیار مفید و یک لایف واقعا که به تمام مردم دنیا واقعا یک معلومات بسیار گزاف ارائه کردین. شما به سلامت باشین، به با امید چنین لایف های بسیار برازنده و علمی شما. به سلام به همه شما. دقیقا. ببینین در سال 2012 در افغانستان چی گذشت؟ در قندار چی گذشته؟ شهر مفقود که میگن کدام شهر است؟ شهر گم شده. در شهر قندار استاد محترم یک فیلم هم بالاش پر کردن در امریکا و 3-4 قسمت اونمو دروازه استک. طبق که اینا بررسی میگن رازا رو نمیگن یرامزادا، دروازه استک که در زمان میری تو از اونجا. اینی برنامهش بوده، اینی پلانش بوده. یک شخصی هم بوده که بسیار آدم کلان و قدیمی بوده، او رو میگن زدن کشتن یا بردن که تیخوت اینا. بله استاد محترم، تو یک چیز هست، سه دانه فیلم پر کردن به قندار که میگفتن دی به قندار. فامیل اینا بله هزاران راز دیگه است که ادب خود افغانستان هزاران ناز راز نوفته است. خود افغانستان که موتو هنوز هیچ خبر نداره. آقای بارکزای امی امریکا دمی انگلیس در یک از دمی هلمند یک چیز داشت، امی بزرگترین پایگاه انگلیس کی بود. یک مستند از را ما دیدم، اینا میگن که روزانه از میدان هوایی نمی ولایت هلمند 450 بالاتر از 450 پرواز چارتر میشد که وسایل انتقال میدادن. ما همی ایران هستم که نمی 450 تیاره را به خاطر چی در یک روز پرواز کنند. اینا چیز هست که خودشان میگه، مستندش وجود داره در یوتیوب، شما ببینید استاد محترم، که روز 450 تیاره به خاطر او هم چارتر امریکایی کنه، چقدر چار ماشینه چی را می بردن از افغانستان. اینا بسیار چیزایی هست که بر ما نمیگن و بعضی چیزا هم بودن. سنگای موتور بردن، سنگای قیمتی رو بردن، تمام اورانیوم موتور رو بردن، بسیار چیزای زیاد موتور رو بردن. برادر عزیز غنی است امی هلمند، خودش از یورانیوم غنی است. و شما گفتن استاد محترم بسیار رو بخشن که یه بعض حقیقتا را که شما بگوین مردم ما را رشخند میکنن، میخندن خیلی می رشخند میکنن. نباید دیگه برادر، من بسیار چیزا رو میفهم، ضرورت نمیبینم که به همه چیز بگم. خب در وقتشان که اینا خبر میشن، او وقت از متو یک مطلع اون در پشتوس از یاد ما رفت که میگه او از بینی بالا را و چه رقم است، او که از سر تیر شد میگه چی یک نجاب چی سر نجاب چی یک نجاب چی سر نجاب دیگه. اینا بالای بعض چیزا باور نمی کنن، ولی ما کشور ما همی یک چند وقت وقتی که نفت کشف کرده بودن همیشه میگفتن که نفت 50 سال بعد خلاص میشه. نفت قدر در دنیا زیاد است که کل دنیا نفت هر روز یک نفر روز 100 لیتر هم اگه 1000 لیتر هم مصرف کنه نفت خلاص نمیشه. فقط مردم بازی دادن، بالای مردم میفروشن، قیمت میفروشن. آب را که ما امروز استفاده میکنیم سر ما میفروشن به نام کولا و انرژی و چیزا. همین موتره که تو سوار میشی، یعنی موتره که سوار میشی به اندازه همین ساعت که در دستت است، اونا موتر یک بیتری برش جور میکنن که هیچ زمان دیگه او انرژی از او خلاص نمیشه. میتونه موتر تا به زمانی که موتر زنده است همین موتر بدون او تیل و همه چیز بره برد. اینمی بیتری را ایرانی ها کشف کردن استاد محترم. امیر نمیمونن دنیا، امیال موتر به او میتونی ببری، موتر که تو بتونی در او روغنه امی روغنایی که میگیری در دک جورش میگیری روغن چیز تخم افتاب گردش که است چیز مو چی میگی نوره؟ افتاب پرست. خیر ببینی اونمو افتاب پرست سره تو وقتی که در تانکی تیل موتارت میندازی اون میره.
خب پس تو گفتم که علمی آلمان در سال 2011 بود 2010 بود علمی چیز کشف کرد که در موتر آلمان بسته تحریم کرد کل دنیا چوب گفت صدای تدگه نمی کشی که اگر نه پست تا میکنم و اینا لیتر خبرت کنم که اکثرا موترها و سرویس هایی که دالند از کلش دهو میره بیادرکم موترهای نظامی خود اروپایی ها و امریکایی هایی که ساختن موترها ده او میره بیادر تلمل دیگه کار نیست یعنی تانکایشان که میبینی اکثرا اینا ده او کیستن ولی برای مردم نمیگن نمیگن در قریه در هر جا میرن او بالا میریزن فامیلی او را اتصاف کردن هیچ وقت نمیگن که دیگه پا این رازهاییست که خودشان میفهمن بیادر عزیز همیشه ما را میترسانه که سر شما فقر میه سر شما گشنگی میه ایره خدا میفرمه خدا را قرآن بازم الله میفرمایه که شیطان شما را با فقر و گرسنگی میترسانه ولی ما شما را به فضل خود مالدار میسازم اینا ما را فقط مردم میترسانه و مردم دنیا هم کمی اروپا هم اروپای های بیچاره هم اینا هم که چه قصوار دارن اینا هم بیچاره هم گیر آمدن مجبور هستن در اروپا مردم ببین استاد محترم شما خودتان در اروپا زندگی میکنن این همی مردم زندگیشان بخور نمی رست یا نیست صبح برو 8 ساعت روز کار کنم و آخر دو هفته دو روز تعطیل کنم و گپ صدیقی میشه که تو را سر تو 5 روز مثل دور از آزورا باشم مثل خروار سر کار میکنه آخر هفته بر شراب اجازه داره که تو فراموش کنی که تو یک هفته 5 روز مثل خروار کار کردی دیگه اینا فقط یه گپا خونیش بیادر عزیز حال من مثلا شرکت از خود دارم به من کی میخوای که چیز کنه شرکت خود کار بکنی استاد محترم شما شرکت داره نه ولی مردم عام چی مردم عام نه یعنی تو نیست کس سرت اون نفرم که کار میکنه برای شکم خود کار میکنه بیادر مو خونیش حال ما تو اینجا بشینیم کی به ما تو پیسه نان او میته خب خودمو تو بد کار کنیم دیگه چیزی بردگی نیست ولی حقوق استاد محترم این معاش چقدر کم است یعنی با اینا لو بستگی داره رای ایتراس که تو باید کشورها درس بخونی دیپلم بگیری بر اساس دیپلومت پیسه تعیین میشه استاد خان گرامی با عرض معذرت ببخشید بسیار معذرت میخوام استاد خان عزیز من تقریبا 26 سال به می آلمان هستم شما یقین کنین که مو کسانی که میخوان که به لیسه برن اونا همیشه سنگا پیش رایشون مندازن بر تفلکا که اونا سویشون پایین باشه تا بتونن که کار شاقه بکنن این ما یقین دارم و اکثرا ترجمانی هم میکنم و در هر ترجمانی که برای افغان ها میرم اینا کوشش دارن که دمو بر پدر مادر بگن که طفل شما شوخ است و طفل شما نمیتونه که بر لیسه بره و همیشه کوشش میکنن که سوی خارجی ها را پایین نگاه کنن ما سر طفل خود همچنان امی تجربه را کردیم و سر بسیار مردم و خوشا بال شما که در مملکت خوب هستین در هلند من میفهم که بسیار دکترهای افغان هست بسیار مردم ها درس خواندن اما متاسفانه به فرانسه و طرف های جرمنی و اینجا که هست قانون ها کمک بر خارجی ها یک قسم است و من یقین دارم به خدا که اونا را نمیمونن که سویشون بالا بره به خاطر که اینا همیشه باید برده باشن و من ایره میفهم که اگر یاد دوست ما می بودن 20 سال که در افغانستان بود آیا این ناتو اقدر ضعیف بود که چند تا خائن سر قدرت آورد و افغانستان را تارمار کردن فقط اینا هدف خود دارن و دشمن اسلام و دشمن انسانیت هستن ایره من 100% میفهمم بس ما و شما میفهمین ضرورت نیست که بسیار تبلیغ کنیم وقتی که میگه آدم هایی که هوشیار است ضرورت نیست میگه عقلان را اشارت است تو خودت میفهمی من میفهمم کل ما میفهمیم که ما و شما در چی دنیای قرار داریم و در چی حالت قرار داریم پس ضرورت نیست که زیاد تاکید کنیم که چی است میفهمی که نه خودت میخوای نه دینت میخوای نه کتابت میخوای نه هویت تو میبینی که ما اوتر به بانای مختلف هویت تاول میزنه میگه من افغان نیستم پسان میه میگه به خراسانی میزنه میه میگه من دین ندارم هیچ من دین تقبل ندارم کتاب تقبل ندارم الله تقبل ندارم تو رو میخوان یک حالت سرت بیارن که تو امی اعتماد به نفست از دست بتی روانشناسی همی میگه یک جامعه رو که میخوای از بین ببری تو باید اعتماد به نفس از اونا رو بگیری برشان بگو که تو نمیتونی شما نمیتونین شما گوش نمیمانین شما برباد میشین شما جنگ میه اگر ایتو نشه اتر میشه اینا رو همیشه بلا تکلیف گفته نگاه کن فعلا همین جامعه که ما و شما وجود داریم همین مردمی که در دنیا هست اینا کلش کل اکثرا از اینا بلا تکلیف هستن اینا نمیفهمن این مشکل این نیست که بیادر من پشتر گفتی که میره کار میکنی پس میای خانه و آخر هفته تم یک دو ساعت خدا پشت کنی خب هرحال انشالله باز ما شوهای دیگه میاییم باز بخیر میگه یار زنده و صحبت باقی و باز بخیر میاییم و باز با لایف های دیگه انشالله صحبت های خود باز واضح تر میکنیم و بعضی چیزهای خود دیگه آدم میترسه در جامعه فیلی که یک چیزی که مغز جامعه او رو نتونه هضمش کنه
بازور شما یک انعکاس بسیار گنده میده که یعنی میگه این شخص دیوانه است یا این گپ لاف میزنه یا پف میکنه. این گپ پاس که جامعه رو میشناسیم شما از آن دیده جامعه هر گپ میزنه استاد محترم همی اگر این آقای پروفیسر کیست به نام آقای صدیق افغان در داخل افغانستان دوستی که کلش اکثرا میگه روانیست چرا مو حالت سرش میارم اونو مثلا مایکار یک دفعه دست میزنه که همی گمینه یک پروفیسر چرا کار کرد و پروفیسر به خاطر از این کار میکنه که او چون میفهمه وقتی که او را تو میخوای که همو چی میگه اعتماد به نفس از او بگیری همیشه یک اخلال به وجود میاری تا چی شه تا احساساتی شه وقتی که احساساتی شه تو از او چیز میکنی که بیادر این نفر در داخلش خالی است فقط هم زبانش میگه و میگه و میگه خلاص این چیز هاست که همین دکتر جمشید رسا را استاد محترم مال دکتر جمشید رسا بینه برای از این که مردم یک کم آگاهی داشته باشن ببینید در کامنت ها برشان دیوانه خطاب میکنن همین صد رقم گپ پشتش میزنه بشر دوست های بونه همچنان مردم ها میخواهد خود اندوشتاین استاد گرامی اندوشتاین همچنان اینا در وقتش بد میدیدن و میگفتن دیوانه است اینا مردم ها متاسفانه سویهشون مثلا کم است و کسانی که اس ششمشون مثلا قوی است دیگه خدا را شکر میکنیم که فضل خدا شما همچنان اس ششم که درک کرد اینو میگه پاره ما شما بیدار هستیم من بیام واضح اعلان کنم په سر ملای خود چیغ بزنم که او ملای بیناموس اگر یک دفعه او دنیای وجود نداشته باشه من چی کنم چقدر انسان عقیل شد چقدر ذلیل شد که تو بیای در فضای مجازی یعنی قدر بد اصل باشی تو که 25 سال 30 سال از مردم ها در اروپا هستن دین خود دین دارن تو 2 سال 5 سال نمیشه که تو در اروپا آمدی میای صدا میزنی که او ملای بیناموز اگر او دنیای وجود نداشته باشه باز چی؟ تعداد فیصدی کم بوده که وضو این تو گپ هاست که دل آدم در میته میگیم افغانستان اتم بزنه خود ما رو بزنه اید ما در کار نیستی که اونها رو خداوند رانده خداوند گمراه کرده و گمراه هستن و هیچ وقت اونها برا نمین چون قلبایشون زنگ زده دیگه هیچ امکان نداره اما کسانی که یکمک رو تعدامشون ضعیف بوده از فقر و از گپ ها محروم بودن از تربیه پدر و مادر اونا را وظیفه ما و شماست که نمانیم که اینا مگه پای از بازی بخوره دیگه با مو خاطر ما همچنان هدف ما است که ما به میخواد سوشل میدیا آمدیم همین هدف ما است که یک کمک بتونم برام وطن حالا عکسایت هم آقای صدوزی صاحب که بتی که باز عکسایت هم بالا کنن روزی تو فایده نداره که تو عکس نمیتی بیست عکس دارم عکس دارم منتهی یک همچنان یک هدف دیگه است که یک دوست ما از ما خواهش کرده که لطفا می سفره با اصلا ما با عکس میم همیشه با عکس هستم و در سایتم برین عکسای ما هست خاطر از اینکه باز اگه سری مسائل میری دیگه باز چند دفعه باز عکسات هم بالا میکنن و کمیت باز یک گروه دیگه پیدا میشه استاد بزرگوار ما خدا راستی از سر خود تیر هستم از فامیل خود از تمام چیز به خاطر اسلام به خاطر افغانیت ما 100% ما میکنم تو میگم احساساتی کنم یک دفعه خواهش میرم بس من احساساتی کردم دیگه اینا باز آخر خودت استاد میشی دیگه به حسابم احساساتی کردم قد چیزه بله میشتی بگیری که من زود دست سوساتیت میکرم من بسیار خون سرد استم استاد گرامی من بسیار خون سرد استم و تقریبا یکان 4 ماه میشم مدمی نوستم اما دفعه پیشم تو چند دفعه انداختیم ات پایان مگه ما فرید خوب اما تو با صبر حسله پس کمه استاد گرامی مارتون میگم که من میفهم گفت در کجاست من بسیار احترام شما رو دارم و شخصیت بسیار بالاستین و بعضی تیداد آمدن نگم که والا خان گفته که احمد شو با رکزهی بوده و به در محمد یک قلط نکده احمد شو با از قوم صدوزهی بود چاقه درانی هست اینا تومت میکنن و هرچی که باشه مخود شروعش از احمد شو با باستک ختمشم به شاه شجاع سک بعد از امیر دوست محمد خان گرفت برادر عزیز که سلسله با رکزهی ها شروع شد که شده پینجا یک سال استاد گرامی احترام هر کس بالای ما واجب است و هر انسانی که انسان باشه مقصد تبلیغ در علیت میشد برحال کوشش کنیم که باید ما شما خود رازهای زیاد است در این دنیا که هست که امون که مسئله که میگه اگر خود را شناختی یعنی خدا را شناختی این نیمی خودش یک فلسفه کتاب از خود یک فلسفه ایره تا ما تو ایره بفاهم که خود را شناختی یعنی چه علمی خود از ایره تو اول پیدا کو علمی خود ما تو که ساخته شدیم همین چی هستیم خیر باشه انشاءالله باز در برنامه های بعدی حتما شرکت کنین باز میایم سوالاتتون رو هر چه قوی تر کنین باز علم ما فشرده تر میشه باز یادتون باشه بسیار تشکر جناب چیزی رو سرویس رو برای جامعه خود بده که همون چیزی که ضرورت دارن
تا جامعه سوال نکنه ضرورت نیست که ما شما هر چیز باید افشا کنیم. من شخصا خواسته هر چی که من ببینم سوالات به مو اندازه همون نیفو یا کلاسش رفت بالا به مو اندازه باز جوابای من فشرده میشه. باز اینی اساس است که بی دلیل ما نمیتونیم که به هر کسی یک نظر بدیم. من میفهمم کتابای البیرونی را خواندیم، کتابای خیام خواندیم و از نقشه های قدیمی رسل کردیم، کلش هم میبینیم برادر عزیز. ما میفهمیم مگم میگیم برو خیر است چی گپ بزنیم، کس سوال نکنه چی بیا ناپ انرژی تو مصرف کن. آیستا شما رو پایان میپرتیم و آقای چیا خود چند میره آقای بلیونر صاحب عزیز انشالله که صدوزه صاحب عزیز شما شب خوش برتان میخواییم. شبتان بخیر. زنده و سلامت باشین. خداوند یار و مددگار شما. خب دوستان که در یکی دستین انشالله که شما رو خب دوستان عزیز امیدوار هستم که از این که ما و شما بشینیم بمدگر رو دشنام بزنیم، بمدگر خود گناهان خود زیاد کنیم، بیایم علم های خود با همدیگر تقسیم کنیم. علمی که در فکر شماست، در ذکر شماست، بیم با همدیگر ما و شما تقسیم کنیم. چهار تا جوانی که از این که لچکی و لندق بیاد در من چی کنه، کس میار قومی که باشی چی کنه. آباره هستی فعلا در این ملک غربت افتیدی در ملک مردم. ما هم همچین. پس اینجا دیگه ما تو دیگه باید میراث جنگ میراث نابخش بخش. چی هست؟ نابخشی را نداشته باشیم. اینمی چیزایی است که باید ما شما متوجه خود باشیم. خود سوالا رو دیدین، پاسخا رو هم شنیدین. دیگه قضاوت به خود مردم است، شما خودتان مردم هستید قضاوت میکنین. هر کس اومد سوال خود کات بندازی سوال خود جواب خود گیرید. به هر حال از شما یک جان سپاس میکنم که تا حالا ما رو همراهی کردین. دوستان عزیز در هر جای زمین کره زمین که هستن ان شاءالله خوب باشین، خوش باشین، صحتمند باشین، تندرست باشین، به قانون گرم خانواده خود باشین و از پروردگار یکتا تمنا داریم که کشتی زندگیتان به ساحل خوشبختی لنگر بندازه. شش پیغوارم جوانده و سی افغانستان، زنده با افغانستان، خداوند یار و مددگارتان، خدای پا امان.